اینا نسبت به من بدی کنن، منو محروم کردن، منو ممنوع خروج کردن، منو محروم کردن برای از شرکت در کلیه ورزش ها. حالا من فقط کشتی قهرمان بودم اون وقت، چرا از کلیه ورزش ها منو محروم کردن؟ فکر میکنین علتش چی بوده؟ شما دارن با ساواک مشکل داشتید؟ بله. یعنی آیا علتش این بوده که شما در خانوادتون، شاید برادر بزرگترتون ابزار گرایش‌های سیاسی در زمان گذشته در بعد از کودتای 28 مرداد داشته، یا اینکه شخص خودتون بودین که شنیدین مخالفت می‌کردین؟ شنیدین که گفتن حق‌گوی را زبان ملامت بود دراز، اما الان حق‌گوی را زبانش می‌بره. اون وقت من عادت نداشتم، هنوزم عادت ندارم، اگه ببینم یه چیزی واقعیت نداره فرق نمی‌کنه برای من کی هست. ما همه آدم این روی این زمین، حالا یکی وزیر، یکی وکیل، یکی کارگر زحمتکش است. من ارزشیابی و معیار من روی آدم ها هرگز به پست و شغلی که دارن نیست، چون حتی در یک ماشین، چون من مدتی کار مکانیکی کردم، یه واشر کوچیک ممکنه کار موتور رو مختل کنه، یه واشر کوچیک، یه وکیوم لاین کوچیک. اینه که هر توی جامعه، تمام اعضای جامعه برای جامعه مفیدن. ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ارجح بدونیم. البته هر کسی بهتر است، مطمئنن از امکانات بیشتری برخوردار خواهد بود. به این دلیل من با توجه به این فکر که تو سرم هست، هیچ وقت البته به کسی بی‌احترامی هیچ وقت نکردم، الانم نمی کنم، ولی دلیلی نمیرم دست کسی رو ببوسم، نکردم هیچ وقت. نمیگم هیچ آدمی پیدا نمیشه دروغ نگفته باشه، ولی دانسته من هیچ دروغ نگفتم به کسی، یعنی بدونم این حرف دروغه به شما نمیگم هیچ وقت. این خانواده ما اینطوری، خانواده فرهنگی بودیم، پدر ما معلم بوده که متاسفانه خیلی زود فوت کرد، من 5 سالم بود، برادر بزرگم معلم بوده، برادر دیگه معلم بوده، برادر سومم استاد دانشگاه بوده، برادر چهارمم مهندس مخابرات بوده، خود من هم معلم دانشگاه تربیت معلم بودم و برادر دیگه هم که آریزوناست اون هم معلم بود. ما خانواده فرهنگی بودیم. اینه که خانواده فرهنگی، یعنی در واقع چی شد؟ چه اتفاقی افتاد در مورد شما؟ یه خیلی خلاصه به من بگین که سبب شد که شما رو محروم بکنن از تمام ورزش‌ها. من گواهی پزشک داشتم که من دستم آسیب دیده. به هر خبرنگاری مراجعه کردم، متاسفانه اینا گفتن ما میترسیم از ساواک اینو بذاریم توی روزنامه. اینی که هیچکی نداشت، منم که نمیتونم برم توی رادیو اعلام کنم آقا این چیزو من دارم، هیچکی نداشت. اینه که خلاصه لوس کردن مسئله رو، نذاشتن اونطوری که مردم بفهمن برای چی منو محروم میکنن، به چه دلیل. ممکن بود مردم اعتراض کنن اگه اینا رو بدونن. وقتی شما رو محروم کردن، شما درخواست کردین و با آقای موینیان که اون موقع بله. دفتر شاهنشاهی بود بله. و ملاقات کردین با ایشون بله. هیچ وقتی آدم نمیره شما رو محروم بله. هیچ وقتی آدم نمیره. رفتم، البته آقای موینیان خوب منو میشناخت، یه رئیس دفتری داشت به نام آقای کاظم‌زاده، خیلی خوب منو میشناخت. من زنگ زدم یه، چون واقعا آسکی شده بودم، چون همه تلاش من این بود که بیام پی‌اچ‌دی بگیرم و برگردم بتونم به مملکتمون خدمت کنم. من دوست داشتم خدمت کردن، با خصوص معلمی رو دوست داشتم. رفتم پیش آقای موینیان، وقت دادن به من، صحبت هست یک کمی کردن، چایی آوردن خوردیم. گفت که خب چیه موحد اومدی؟ گفتم آقای موینیان منو چرا محروم کردن؟ حالا عیب نداره، من کشتی نمیخواستم بگیرم، چرا منو ممنوع خروج کردن؟ آقا من چه گناهی کردم؟ بعد به من گفت که این جمله آقای موینیان هیچ وقت یادم نمیره، گفت ما باید برای تو گزارشات بدی دادم. گفتم آقای موینیان به شما میگن شما چشم گوش شاه هستی، من برای همین پیش شما، چی بهتر از من میتونه حقایق برای شما بگه؟ من دلیلی نداره که چیزی رو کتمان کنم، اگه نیست بگم، اگه پس بگم نیست. دیدم نه چیزی نیست، این هم مثل بقیه است. حقیقت به شما بگم ازش چیزی آید ما نمیشه داره که کمک کردن به ما. اومدم گفتم خیلی ممنون آقای موینیان، تشکر. از در رفتم بیرون، یادم افتاد در باز کردم، گفتم آقای موینیان این یادم نمیره. ایت بر گفتم محل شمالم، هوای ابری زیاد دیدم، اما آفتاب میاد ابر همیشه نمیمونه،
این حکومت دوام نمیاره. دست در بس هم اومدم باور کنید.